این برنامه توسط دوستان Amazing Facts به شما تقدیم می شود. آرماگدون، این واژه ترسناک کتاب مکاشفه برای اکثر محققین کتاب مقدس حکم یک معما را داره. این واژه تنها یک بار در کتاب مقدس ذکر شده و در هیچ کجای دیگه در ادبیات یونانی دیده نشده. بسیاری معتقدند این واژه با دره یا کوه مگیدو در اسرائیل در ارتباطه، اما مترجم و محقق کتاب مقدس رابرت موفات به شدت معتقده که این واژه مستقیما به نبرد گیدون اشاره داره، یعنی زمانی که ارتش کوچک آسمانی در مقابل لشکر عظیم و قدرتمند دشمن پیروز شد. آرماگدون از واژه بری آرماگیدون میاد که میتونه برگرفته از کتاب آرماگیدون یهوه به معنی کلام یا نبرد یهوه با گیدون باشه. نکته قابل توجه اینه که نبرد گیدون در دره مگیدو اتفاق افتاد. کتاب مکاشفه باب 16 آیه 14 آرماگدون رو به نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق ربط میده. ولی این نبرد اسرارآمیز آرماگدون واقعا چیه و به چی مربوط میشه و چه تأثیری بر زندگی شما داره؟ بیاید با هم نگاهی دقیق به این موضوع بندازیم. نمیدونم چطور توضیح بدم. کتاب مقدس میگه ما توی جنگیم. شما الان توی جنگ هستید. اگه این جنگ رو توی ذهنتون حس نمی کنید، پس یعنی تلاشی برای یه زندگی مقدس ندارید. چون اگه شما مسیحی باشید و سعی داشته باشید در این دنیای بد خوب بمونید، باید نبرد و احساس کنید. عیسی گفت به خاطر نام من قوم‌ها شما را لعنت خواهند کرد. یک جدال بزرگ در دنیا بین نیروهای الهی و نیروهای شریر وجود داره. در طول تاریخ همیشه همینطور بوده. عیسی گفت جنگ‌های زیادی رخ خواهد داد که از زمان‌های اول این جنگ ها بودند و همچنان در زندگی های ما وجود دارند. نبرد بین نیک و بد، چالش انتخاب اراده خدایا، اراده خودمون، که البته اغلب اراده شیطان همین وسط وجود داره. خب این ما رو میرسونه به جنگ نهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم و اونو با نام آرماگدون میشناسیم. واژه قدیمی آرماگدون که بارها و بارها تکرارش کردیم و ازش وحشت داریم در مورد نبرد نهایی صحبت میکنه، نبردی که از تمام نبردها عظیم تره. ولی این واژه تنها یک بار در کلام خدا اومده. محققین معتقدند که واژه آرماگدون در واقع ترکیبی از دو واژه یونانی است. در مکاشفه باب 16 این واژه رو میبینیم، ولی در واقع از یک واژه عبری اومده که در زبان عبری بهش میگن هارماگیدو. هار یعنی کوه و مگیدو نام کوهی در کنار دره عزرائیل هست، مکان بسیار معروفی که میتونید تصویرش رو روی صفحه نمایش ببینید. این بازمانده مگیدوست. زیاد بزرگ نیست، ولی یه برج مراقبت قابل توجه در این روستا یا قلمرو کوچک وجود داشته. یه قلعه بلند که بر دره استراتژیک و بسیار مهمی به نام دره عزرائیل مسلط بوده. دره عزرائیل محل وقوع 34 جنگ مختلف بوده. وقتی از آرماگدون صحبت می‌کنیم، منظور جنگ‌های دره عزرائیل هست. این دره همون جایی که جیدون جنگید. برای بعضیا سواله که آیا آرماگدون واقعا برمیگرده به کتاب داوران باب 6 یا نه؟ چون وقتی میگه خداوند به جیدون گفت، به نظر میرسه داره میگه یارماگدون، که خیلی شبیه آرماگدونه. ولی این جنگ هم در همین دره اتفاق افتاد. پس بازم به همون نتیجه میرسیم. اونجا بود که جوزیا کشته شد. اونجا بود که دبورا و باراک در مقابل کنعانیان به پیروزی رسیدن. پس جنگای بسیار مهمی در این دره اتفاق افتادن. یکی از علتهای استراتژیک بودنش اینه که این دره در حقیقت محل الساق سه قاره است. کسی که صاحب این دره می بود صاحب درآمد مالیاتی زیادی می شد. پس داشتن این دره و به خصوص این برج مراقبت برای حکومت‌ها اهمیت بسیار زیادی داشته. ناپلئون زمانی از خاور میانه
دیدن کرد، اون به اسرائیل رفت و از دره مگیدو بازدید کرد و بعد از بازدید دره گفت تمام ارتش‌های دنیا میتونن در این دشت پهناور مانور بدن. هیچ جای در دنیا برای جنگیدن مناسبتر از اینجا نیست. این طبیعی ترین میدان نبرد کل زمینه. حتی ناپلئون هم این دره رو میدان جنگ خطاب میکنه. بسیاری از کشیش‌های کاریزماتیک بعد از خوندن این نقل قول میگن نبرد آرماگدون قطعاً قراره توی این دره اتفاق بیفته و قراره بین چین و روسیه و همینطور آمریکا و اسرائیل جنگ بزرگی رخ بده. ولی نبرد آرماگدون از دیدگاه کتاب مقدس هیچ ارتباطی با سربازهای انسانی و نبردهای زمینی که ما تصور میکنیم نداره و همچین جنگی در کار نیست. ببینید طی سالهای اخیر چقدر جنگ ها تغییر کردن. گاهی چنین اتفاقاتی در خاور میانه میفته، ولی نبرد آرماگدون نبرد نهایی شیطان و قوم خداست. نبرد نهایی شیطان و قوم خدا. اگه میخواید بیشتر بدونید میتونید مکاشفه 12 رو بخونید. در آیه 17 منظور از اژدها کیه؟ شیطان بزن خشم برد و از مان کرد تا با دیگر فرزندان او به جنگت. در چندین جای دیگه هم در مورد این صحبت میکنه. مردم میگن آیا نبرد آرماگدون یه جنگ فیزیکیه یا یه جنگ اقتصادی یا یک جنگ روحانی است؟ بیایید درباره این صحبت کنیم. بریم به کتاب مکاشفه باب 16. بیایید با هم بررسی کنیم ببینیم دقیقاً چی میگه. نبرد آرماگدون در واقع پیاله خشم شماره 6 در میان 7 پیاله خشم خداست. مکاشفه باب 16 آیه 12 میگه فرشته ششم پیاله خود را بر رود بزرگ فرات فرو ریخت و آب آن خشکید تا راه برای شاهان شرق باز شود. آنگاه دیدم سه روح خبیث در هیئت وزغ از دهان اژدها و از دهان آن وحش و از دهان نبی کذاب بیرون آمدند. اینان ارواح دیوهایند که آیات به ظهور می آورند و نزد شاهان سرتاسر جهان می روند تا آنان را برای نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق گرده هم آورند. خیلی جالبه، خیلی جالبه. خب کیا کتاب مقدس حروف قرمز دارن؟ دیدید گاهی ناغافل همه چی قرمز میشه؟ به هوش باشید که چون دزد میایم. خوشا به حال آن که بیدار میماند و جامعش را نگه میدارد مبادا اوریان روانه شود و رسوای عالم گردد. تا آخر این آیه هیچ حرف قرمزی نمیبینید مگه اینکه به مکاشفه باب 3 برگردید. اینجاست که عیسی ناگهان یک عبارت رو در میان 6 پیاله به کار میبره. بعدن بیشتر راجبش توضیح میدیم. و در ادامه مکاشفه 16:16 میگه آنگاه آن سه روح پلید شاهان زمین را در جایی که به زبان عبرانیان هارمگدون خوانده می شود گرد هم آوردند. بسیار خوب، با این پیش زمینه بیاید برگردیم به بحث خودمون. بذارید یه مرور کوتاه داشته باشیم. یادتون میاد در مکاشفه باب 7 خوندیم که قرار مهری زده بشه. در باب 14 من به عدد 144,000 نرسیدم، ولی بهتون گفتم که باب 7 به ما میگه 144,000 نفر مهر میشن. همچنین اینکه فرشته ها بادهای نبرد و نگه داشتن و این بادها رها نمیشن تا زمانی که بر پیشانی تمام قوم خدا مهر زده بشه. و بعد میگه 12,000 نفر از قبایل یهودا، رعوبین، جاد، اشیر، نفتالی، منسی، شمعون، لاوی، یساکار، زبولون، یوسف، بنیامین مهر میشن. خب آیا این یعنی خدا قرار مهر روحانی خودشو بر 144,000 یهودیه به خصوص از این قبایل به خصوص بزنه؟ ها؟ قبل از آخرین پیاله خشم شاید تعجب کنید، ولی کشیش ها و شبان هایی هستن که همچین ادعایی دارن و من از شنیدن صحبت هاشون واقعا شوکه میشم، چون فقط کافی شما یه بار کتاب مقدس رو بخونید تا ببینید سالها قبل از تولد عیسی مسیح، یعنی در زمان حزقیال، 10 قبیله به آشور برده شدن. بله، که اسم اکثرشون توی کلام ذکر شده. اونا با سوری ها ازدواج کردن و خیلی هاشون کاملا هویت خودشون رو از دست دادن. شاید خیلی از شما هم از اون نسل باشید و خودتون خبر نداشته باشید، چون خیلی از اونا در جهان پراکنده شدن و ازدواج کردن. پس این نظریه که خداوند نمیتونه کار خودشو به اتمام برسونه قبل از اینکه بر پیشانی 144,000 یهودی خالص مهر بزنه و
و اینکه 12,000 نفر از اونا از این قبایل خواهند بود اصلا عقلانی نیست، چون این قبایل جمعیت کاملا متفاوتی دارن. قبیله یهودیه بسیار بزرگتر از بنیامینه، بسیار بزرگتر، همچنین افرام از منسی. چرا دقیقا عدد 12 رو میگه؟ از نظر من ممکنه تعدادش مشخص باشه، ولی اسمهایی که در مکاشفه ازشون نام برده در واقع معنای روحانی دارن. برای اطمینان دوباره تکرار میکنم، اسامی کتابه مکاشفه همگی نمادین هستن. در مکاشفه وقتی از ایزابل نام برده میشه، فکر میکنید داره در مورد خود ایزابل صحبت میکنه؟ اون که خیلی وقت پیش مرده بود، پس داره در مورد شخصی مشابه ایزابل صحبت میکنه. کتاب مکاشفه از بلعام صحبت میکنه. فکر میکنید بلعام دوباره زنده شده؟ نه، یا اینکه داره در مورد شخصی صحبت میکنه که مثل بلعام به خدا خیانت کرد. ها؟ همچنین در مورد اژدها صحبت میکنه، در مورد میکائیل صحبت میکنه، در مورد خیلی از این اسامی صحبت میکنه که در واقع معنای روحانی دارن. وقتی به عدد 144,000 میرسیم، این اسامی چه مفهومی پیدا میکنن؟ اول اینکه شما در هیچ کجای دیگه از کتاب مقدس اسامی پسران یعقوب رو به این شکل نمیبینید. اسم دو تا قبیله هم اینجا نیست، قبیله دان و افرام، در عوض قبیله یوسف و لاوی هست. دلیلش اینه که تمامی این لیست شامل نجات و رستگاری میشن. کلام خدا میگه افرام به بت پرستا پیوست و رهاش کنید، و در مورد دان میگه ماری در راه است. دان به معنای قضاوت هست، و در این نقطه قضاوت از 144,000 نفر گذشته. خب با این ترتیب از اسامی، اگه قرار بود معنی این کلمات عبری رو در نظر بگیریم، به چی میرسیدیم؟ مثلا اسم یهودا، اولیش یهودا است. چرا یهودا اولین اسم این لیسته؟ قدیمی ترین که نیست، رئوبین قدیمی ترینه. میدونی ترتیب این لیست کاملا آگاهانه است. یوحنا ترتیب قبایل رو میدونسته، چون یه حرفی میزنه. این چیزیه که میگه خدا را سپاس میگویم. وقتی اسامی رو کنار هم میذاره و اونا رو بر اساس معنیشون رمزگشایی میکنه، اینو میگه: خدا را سپاس میگویم که مرا لایق دانسته و طالع نیکو به من بخشید. من بسیار خوشبختم، زیرا در تمام نبردها چیره و پیروز گشتم و خدا به من قوت داده تا رنجهایم را فراموش کنم. خداوند مرا میشنود و با زندگی من عجین شده است. او با ساکن شدن در من مزد مرا داده است. باشد که خدا مرا با پسرش در دست راست خود همراه کند. چه سخن زیبایی! در حقیقت داره در مورد نقشه نجات صحبت میکنه. خب در مورد مکاشفه 7 صحبت کردیم، حالا بریم به مکاشفه باب 14 آیه 1 رو میخونیم. آنگاه همین که نظر کردم، آن بره را دیدم بر کوه صهیون ایستاده با 144,000 تن که نام او را و نام پدر او را بر پیشانی نوشته داشتند، و صدایی از آسمان شنیدم پرخروش چون آبهای پرشتاب و قران چون رعد. آن صدا که شنیدم به صدای چنگ نوازان میمانست. آنگاه که چنگ بنوازند و سرودی تازه سر دادند در پیشگاه آن تخت و در حضور آن 4 موجود زنده و آن پیران، و آن سرود را هیچ کس نتوانست بیاموزد مگر آن 144,000 تن که از میان زمینیان خریده شده بودند. اینان همان کسانند که خود را آلوده زنان نساختند، زیرا که باکرند. خیلی عجیبه، داره میگه باکره، پس داره در مورد زنان صحبت میکنه. خب این یعنی چی؟ زن نماده چیه؟ وقتی در مورد بابل و دختراش در مکاشفه صحبت میشه و میگه در پیشانی فاحشه بزرگ، این معنی خوب میده یا معنی بد؟ بعد اون زن بدی بود، ولی در مکاشفه 12 یک زن پاک رو میبینیم، زنی که خورشید و ماه و ستاره به تن داشت. داره میگه این 144,000 نفر به تعالیم غلط بابل و دخترانش آلوده نمیشن. میگه اونا به دنبال بره میرن. میگه اونا سرودی خوندن که هیچ کس نمیتونه بخونه مگر کسانی که از میان زمینیان خریده شدن. میدونید داره در مورد اون 144,000 نفر صحبت میکنه. چند نفر اونجا بودن؟ 12,000 نفر. عدد 12 رو در کجای عهد جدید میبینید؟ یکیش 12 رسول هستند، درسته؟ آیا هر جا که عیسی میرفت اونا به دنبالش میرفتن؟ آیا اونا با عیسی سرود میخوندن؟ گفته شده که عیسی در شام آخر با شاگردانش سرود میخوند. میگه بدون مکر هستن. آیا عیسی نگفت یکی از شاگردان من یک اسرائیلیه که در او هیچ مکری نیست؟ و وقتی به تفسیر نگاه میکنی یک ارتباط خاص میبینی. به اعتقاد من 144,000 نفر در زمان بازگشت عیسی برابر با همون
12 شاگردی هستن که در زمان عیسی حضور داشتن. اونا شاگردان زمان آخر هستن که کار خاصی انجام میدن. آیا فقط 144 هزار نفر نجات پیدا میکنن؟ نه، وگرنه خیلی بد میشد. من حساب کردم و دیدم اونطوری چیزی در حدود یک نفر در هر 40 هزار نفر نجات پیدا میکردن و این خیلی غم انگیزه. در واقع میتونه یه چیزی شبیه لاتاری باشه. به هر حال بازم بهتر سعی کنید یکی از اون 144 هزار نفر باشید تا اینکه یه بلیت لاتاری بخرید. ولی تعدادشون خیلی بیشتر از اینا خواهد بود، چون گفته شده جمعیت اونقدر کثیره که کسی نمیتونست بفهمه چه کسی رداها رو شسته و از مصیبت بزرگ بیرون اومده. درست همونطور که در روز پنتیکاست خدا روحش رو ریخت، 12 شاگرد عیسی در بالاخونه جمع شده بودن. اونا برای یهودا جایگزین انتخاب کردن. در مجموع 120 نفر اونجا بودن. بعد از اون موعظه خیلی ها تعمید گرفتن، یه بار 3000، یه بار 5000 نفر. پس فکر میکنم 144 هزار نفر افراد روحانی خاصی هستن که در زمان مهرگذاری حاضرن، یعنی وقتی روح القدس میاد تا بشارتهای بزرگی در جهان بده و جمع عظیمی رو نجات بده. پس میگه پیش از آن که بر پیشانی بندگان خدایمان مهر زنیم، به خشکی و دریا و درختان آسیب نرسانید. آیا دوست دارین کتاب مقدس رو کامل درک کنین اما نمیدونید از کجا باید شروع کنین؟ یا به دنبال جوابهایی هستین که شادی، آرامش و موفقیت براتون برمقام بیاره؟ پس شما نیز از مطالعه تحقیقها در مورد نبوتهای کتاب مقدس لذت خواهید برد که به 18 زبان در دسترس شماست. شامل 24 دروس پایه‌ای برگرفته شده از کتاب مقدس و راهنمای قدم به قدم که شما را از حقیقت کتاب مقدس درباره بازگشت مسیح، ربایش، ضد مسیح و علامت شیطان آگاه می‌کند. همچنین حقیقت جهنم و زندگی ابدی را خواهید دونست. همچنین درک علمی درباره فیض، نجات و اینکه چطور مثل عیسی زندگی کنید خواهید داشت. بهتر از همه اینکه کاملا رایگان در سایت historical.com در دسترس شماست. پس فرصت رو از دست ندین، همین امروز مطالعه کتاب مقدس در سایت historical.com رو شروع کنید. کلید اسرار عهد جدید در عهد عتیق یافت میشه. بریم به کتاب حزقیال. قبلا اینو گفتم که کتاب مکاشفه 404 آیه داره و 278 آیه از 404 آیه کتاب مکاشفه عیناً در عهد عتیق دیده میشن. بریم به حزقیال باب 9 آیه 4. این یه نبوت هشدار دهنده است و برای درکش باید کل متن رو بخونید. خداوند او را گفت از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی آنان که، یه لحظه صبر کنید، اگه قبلا اینو نخونده باشید با شنیدنش میگین که کی اجازه میده همچین کاری باهاش بکنن؟ چون همیشه وقتی نشان روی پیشانی رو میبینیم به چی ربطش میدی؟ نشان شریر. ولی در مکاشفه میگه همه دارای نشان خواهند بود. پس یا نشان خدا و یا نشان شیطان رو خواهید داشت. این نشانیه که همه به دنبالش هستیم. پس بر پیشانی آنان که به سبب اعمال کراهت آور انجام شده در آن آه و ناله می کنند نشان بگذار. اینها کسایی هستند که برای گناهان اسرائیل آه و ناله می کنند. اونا به دنبال قدوسیت هستند. اونا برای از بین رفتن حقیقت و سوء استفاده از معبد غصه می خوردن. حزقیال در جای دیگه از پرستش بت در معبد صحبت کرده و شنیدم که به دیگران گفت. منظورش از دیگران 6 فرشته دیگه هستن. این یکی از فرشته ها بود و حالا داره خطاب به 6 فرشته دیگه میگه. از پی او از میان شهر بگذرید و هلاک سازید، بر آنها با شفقت منگرید و بر ایشان رحم مکنید. پیر و جوان و دختر و کودک و زن همه را بکشید، اما زنهار بر هر که این نشان را بر خود دارد دست دراز مکنید. پس اون نشان رو لازم داریم مگه نه؟ و از قدس من آغاز کنید. منظورش قوم خداست. در عهد جدید دیدیم که پتروس میگه قضاوت باید در خانه خدا آغاز شود. اونجا پتروس داره حزقیال 9 رو تکرار میکنه. چون به هر کس که بیشتر داده شود بیشتر از او طلب میشود. کیا داستان یوحنا باب 8 رو یادشون میاد؟ یه زن رو به معبد آوردن. کاهنین حاضر شدن تا محاکمش کنن. اونا پیرو عیسی نبودن و میخواستن از شرش خلاص بشن و میخواستن برای ضربه زدن به عیسی از این زن استفاده کنن. حکم سنسارشو دادن. عیسی گفت کسی که هیچ گناهی نکرده اولین سنگو پرتاب کنه. همه یکی یکی بیرون رفتن و اول از همه پیرترینشون. این قضاوت در جایگاه مقدس بود و اول پیرترینشون بیرون رفت. میگه پس آنان از مشایخی که در برابر خانه بودند آغاز کردند. کی دلش میخواد اول باشه؟ بچه ها که فرصت زیادی
نداشتن یا پیراک فرصت زیادی داشتن وقتی کار مهر زدن تموم میشه. کلام خدا در متی 24:14 میگه این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. تحت تأثیر روح القدس مژده انجیل با قوت در جهان پراکنده میشه، همونطور که در زمان رسولان اتفاق افتاد. ما داریم سعی میکنیم سهمی داشته باشیم و بذارید اینو بهتون بگم که به خاطر رسانه ها نیست که مژده انجیل داره پخش میشه. خدا بیش از این که به رسانه و تکنولوژی نیاز داشته باشه، به مردها و زنها نیاز داره، به اشخاصی احتیاج داره که از روح پر هستن و مژده انجیل رو به سرعت پخش میکنن. چطوری رسولان مژده انجیل رو بدون دستگاه چاپ به امپراتوری روم بردن؟ چطوری بدون اینترنت و ماهواره این کارو کردن؟ غیر ممکن به نظر میاد، مگه نه؟ اونا دارای چنان قدرتی بودن که تونستن این کار بزرگو انجام بدن. ما هم به این قدرت نیاز داریم. آمین. کلام خدا میگه این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم ها باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. وقتی میگه پایان فرا خواهد رسید یعنی از پایان به آغاز میرسه. اونجاست که آزمایش الهی فرا میرسه و خشم خدا فرو میریزه. وقتی خشم خدا فرو میریزه یعنی پایان کار، چون در زمانی که آزمایش الهی فرا میرسه نجات یافتگان به نجات و گمراهان به گمراهی میرسن و دیگه هیچ فرصتی در کار نخواهد بود. عیسی گفت اگر کسی شما را نپذیرد و یا به سخنانتان گوش نسپارد، به هنگام ترک آن خانه یا شهر خاک پاهای خود را بتکانید. آمین به شما میگویم در روز داوری تحمل مجازات برای سدوم و غموره آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر. وقتی راجع به صبر خدا فکر میکنیم از خودمون میپرسیم آیا صبر خدا محدودیت داره؟ متاسفم ولی باید بگم بله. و خدا میگه تحمل مجازات برای سدوم و غموره آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر. پس پیغام خدا رو به واسطه 3 فرشته دریافت میکنیم. اونا با صدای بلند حقیقت رو بیان میکنن. در این حال شما پیغام قورباغه ها رو روی زمین دریافت میکنید. کلام خدا میگه آنگاه دیدم 3 روح خبیث در هیئت وزغ از دهان اژدها و از دهان آن وحش و از دهان نبی کذاب بیرون آمدند. و میخوام بپرسم که بزرگترین قسمت بدن قورباغه چیه؟ پا، نه دهان. میدونید دهان قورباغه اونقدر بزرگه که میتونه یه قورباغه هم اندازه خودشو ببله. حالا قورباغه با چی حمله میکنه؟ زبانش. پس پیغامی از دهان جانور بیرون میاد. معمولا چه چیزی از دهان خارج میشه؟ حرف، یعنی پیغامایی که به شکل قورباغه بیرون میان. میدونید سمیترین جانور دنیا چیه؟ قورباغه. تا حالا چیزی راجبه قورباغه سمی دارت در آمریکای جنوبی شنیده بودین؟ هندی‌ها این اسمو براش گذاشتن، چون اونا این قورباغه ها رو میگیرن و روی آتش نگه میدارن، نه برای اینکه اونا رو بپزن یا بسوزونن، بلکه اونا رو زنده نگه میدارن، چون اونا با حرارت آتش عرق میکنن و اون عرق انقدر سمیه که وقتی یه قطره از اون روی یه تیر بریزیم تا یک سال کشنده خواهد بود. پس این پیغام سمیه. مدام توی اخبار راجع به افرادی که مسموم شدن صحبت میشه، ولی کلمات هم میتونن سمی باشن. تا حالا چیزی راجع به مکتب شیطان شنیدی؟ این پیغام سمی چیه؟ اینان ارواح دیو هایند که آیات به ظهور می آورند و نزد شاهان سرتاسر جهان می روند تا آنان را برای نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق گرد هم آورند. اونا سعی میکنن نیرو جمع کنن تا قدرتمند بشن و بتونن در مقابل قوم خدا ایستادگی کنن و برای این کار از پیغام های سمی استفاده میکنن. چند بار شده تلویزیون رو روشن کنید و ببینید یه واعظ داره میگه روح القدس به من گفت، امروز با خدا صحبت کردم، یا من این پیغام از خدا دریافت کردم. کیا این حرف رو شنیدن؟ اونا از جانب خدا حرف میزنن و میگن خدا به من گفت. به نظرم باید محتاط باشی. من به این اعتقاد دارم که خدا صحبت میکنه، ولی خیلی محتاط باشید. پس ارواح شریر هم معجزه میکنن. این به ما میگه وحش و اژدها و روح شریر هم در کارن. اینا همه در پادشاهی زمین دور هم جمع میشن تا در نبرد شرکت کنن. بعد میرسیم به جایی که نبرد آرماگدون رخ میده. اون موقع است که هفتمین پیاله ی خشم فرو میریزه و اون چیه؟ بازگشت عیسی. به مکاشفه باب 16 نگاه کنید. مکاشفه باب 16 آیه 17 رو میخونیم. فرشته هفتم پیاله خود را در هوا پاشید و از آن تخت که در معبد بود بانگی بلند برآمد که کار تمام است. آنگاه برق آذرخش و غریو قرش رعد بود که بر میخواست و زمین لرزه‌ای عظیم واقع شد، چندان عظیم که نظیرش تا انسان بر زمین میزیسته روی نداده بود.
شهر بزرگ سپاره شد و شهرهای قوم ها فرو پاشیدند و خدا بابل بزرگ را به یاد آورد و جام سرشار از شراب خشم خروشان خود را به او نوشاند. جزیره ها گریختند و کوه ها محو و نابود شدند و از آسمان تگرگی سخت سنگین بر آدمیان فرود بارید که هر دانه انگاری 50 کیلو وزن داشت و آدمیان خدای را از بابت این بلا ناسزا گفتند، زیرا که بلایی سخت سنگین بود. خب اینجا به ما میگه قراره چه اتفاقی بیفته. زمین لرزه بزرگ و بلای عظیم رخ میده و منجی با اسب سفید میاد. میخوام در خاتمه حروف قرمزو بخونم. ما در مورد 7 پیاله صحبت کردیم، ولی یادتون میاد مکاشفه باب 16 آیه 15 چی گفت؟ به هوش باشید که چون دزد میایم. خوشا به حال آن که بیدار میماند و جامعش را نگاه میدارد، مبادا عریان روانه شود و رسوای عالم گردد. اینجا عیسی داره به ما میگه من میام. چرا داره اینو به ما میگه؟ میگه من قراره بیام و میخوام شما برکت یافته باشید. میخوام شما حاضر باشید، چون وقتی اون مثل یه دزد بیاد دیگه واسه هر کاری دیره. ما فکر میکنیم تا ابد زنده ایم. متی 24:44 میگه پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید. اول تسالونیکیان باب 5:2 میگه زیرا خود نیک میدانید که روز خداوند همچون دزدی که شب هنگامی آید فرا خواهد رسید. آن زمان که مردم میگویند صلح و امنیت حکم فرماست، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد، بدان سان که زن آبستن به درد زایمان دچار شود و از آن گریزی نخواهد بود. اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز، چون دزد غافل گیرتان کند. پس باید رداهایمون رو به تنگ کنیم. در مکاشفه 3:3 میگه پس آنچه را یافته و شنیده ای به یاد دار، آن را نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی دزدانه به سراغت خواهم آمد و تو آن ساعت را که به سراغت میایم نخواهی دانست. خداوند به دنبال یک جهان آرامه. همه ما دنبال آرامشیم، ولی متاسفانه گاهی برای رسیدن به آرامش باید از دل یه نبرد عبور کنیم. خداوند قراره یه دنیای جدید خلق کنه که پر از آرامشه، ولی برای رسیدن به اون آرامش باید از دل نبرد بسیار عظیم زمان آخر عبور کنیم. آیا دوست دارین کتاب مقدس رو کامل درک کنین، اما نمیدونید از کجا باید شروع کنید؟ یا به دنبال جوابهایی هستین که شادی، آرامش و موفقیت براتون برمغان بیاره؟ پس شما نیز از مطالعه تحقیقها در مورد نبوت‌های کتاب مقدس لذت خواهید برد که به 18 زبان در دسترس شماست. شامل 24 دروس پایه‌ای برگرفته شده از کتاب مقدس و راهنمای قدم به قدم که شما را از حقیقت کتاب مقدس درباره بازگشت مسیح، ربایش، ضد مسیح و علامت شیطان آگاه می‌کند. همچنین حقیقت جهنم و زندگی ابدی را خواهید دونست. همچنین درک علمی درباره فیض، نجات و اینکه چطور مثل عیسی زندگی کنید خواهید داشت. بهتر از همه اینکه کاملا رایگان در سایت historical.com در دسترس شماست. پس فرصت رو از دست ندین، همین امروز مطالعه کتاب مقدس در سایت historical.com رو شروع کنید. در حدود 15 سال Amazing Facts با قوت حقیقت کتاب مقدس رو به سر تا سر دنیا اعلام کرده. این در جواب به حکم عیسی درباره موعظه خبر خوش به تمامی ملت‌ها، قوم‌ها، مردمان و زبان‌هاست. از دعاها و حمایت‌های شما سپاسگزاریم. ارائه شده توسط دوستداران خدمت Amazing Facts.